حقیقت این است که انسان معاصر، انسان مدرن تجربه کاملا متفاوتی از ملال دارد. و سؤال مهمی که ما باید از خود بپرسیم این است که ما به عنوان انسانهایی که در جهان معاصر زیست میکنیم چگونه میتوانیم تجربه ملالی رو که امروز می آزماییم با تجربه ملالی رو که عارفان پیشتر آموخته بودن پیوند ببخشیم. شما ملاحظه کنید در جهانی که ما زندگی میکنیم چند اتفاق مهم افتاده است که من البته اینجا فرصت نیست به تفصیل دربارش سخن کنم، عرض بکنم، به اشاره مجبورم بسنده بکنم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در علم جدید رخ داد این بود که ما توجهمون به غایاتی که در این عالم بود رو برگرفتیم. جهانی که علم جدید به ما معرفی میکند مبتنی و متکی به مفهوم غایت نیست. دوستانی که با فلسفه ارسطو آشنا هستند میدانند که ارسطو از علت فاعلی و علت غایی سخن میگه. علت غایی نمیشه که من بپرسم که مثلا فرض کنید که این میز برای چی اینجاست، علت وجودی میز چیه؟ شما در توضیح علت وجودی میز به غایت این میز اشاره کنید، بگید این میز اینجاست برای این که برای مثال ما فلان استفاده را از این میز بکنیم. شما وجود این میز رو با ارجاع به غایتش توضیح میدهید. علم امروز وقتی که میخواد وجود این میز رو توضیح بده نه بر مبنای غایت بلکه بر مبنای عواملی که به ساخته شدن این میز انجام میده اند این پدیده را توضیح میده. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در جهان جدید افتاد این بود که چشم بشر که پیشتر وقتی در این عالم نظر میکرد غایتی در این عالم میدید رفته به غایات بی‌اعتنا شد و به جای چرایی به چگونگی بسنده کرد، به جای علل غایی به علل فاعلی پرداخت. یکی از مهمترین ویژگی های این تحول این بود که غایت و نگاه غایت انگارانه از نگاه و بینش بشری بیرون رفت. این چرا مهم است؟ شما ببینید این مفهوم معنا از جمله معنای زندگی با مفهوم غایت خیلی خیلی مرتبط است. شما ببینید وقتی که مثلا من دست خود رو تکون میدم از شما پرسن معنای این حرکت چی بود، شما برای اینکه معنای این حرکت رو توضیح بدید میگی معناش این که خداحافظ برای مثال یا سلام. شما معنای این حرکت رو با ارجای به غایتش توضیح میدهید. جهانی که غایت رو از او برمیگیرن رفته رفته معنای او گرفته میشود. به این معنا میخوام عرض بکنم که بشر مدرن در جهانی زیست میکند که معنای او از دست رفته است. شما میدانید ماکس وبر جامعه شناس مشهور مهمترین تحلیلی که از جهان مدرن به دست میداد این بود که جهان مدرن راز زدائی شده است. به محض اینکه وبر اعلام کرد که جهان مدرن راز زدائی شده است، وبر اعلام کرد که جهان مدرن ملال انگیز است. به محض اینکه شما راز رو این پس پشت رو از جهان کنار میگذارید، جهان یک بار سطحی و خطی میشود، حجم خود رو در میبازد. بشر البته همچنان حافظه خود، قوه استدلال و قوه تخیلش رو دارد، هنوز حیوانی است که میخواهد از حدود خود فراتر برود. اما امکان آینده سائق آسا، یعنی آینده‌ای که یک بار در میرسد، یک بار این خط خشک زمان را آبستن می کند و هستی شما را استحاله می بخشد، یک بار از دست می رود. این راز وقتی که زدوده می شود به همراه او واقعه از جهان رخت بر می بندد. فضا و مکان دیگر مقدس نمی شود. جهان قابلیت محراب شدن و زمان واقعیت وقت شدن را از دست می دهد. جهان مدر به یک معنا جهان بیواقعه است، به معنایی که عرض کردم. به یک معنا گویی خداوند در این جهان به کسوف می رود، گویی خداوند به غیبت می رود، پرده بر رخ خود می کشد و تا حدی خیشتن را از آدمیان پنهان می کند. به محض این که شما جهان رو رازدادی میکنید، البته به توضیح که عرض کردم جهان ملال‌انگیز میشود. شوپنهاور از فیلسوفان مشهور آلمانی که از فیلسوفان جهان مدرن است تعبیر جالب توجهی دارد. او میگوید که وضعیت بشر مدرن نوسان آونگ آسا بین دو وضعیت است. میگه بشر مدرن مثل آونگی بین دو تا وضعیت داره نوسان میکنه، یکیش رنج است، دیگریش ملال. رنج چیه؟ رنج مال وقتی است که نیازهای ما بر نیامده است.
وقتی که نیازهای ما بر نیامده در رنج رو تعبیم و باید بکوشیم نیازها رو برآوریم. خب نیازها رو که بر میآوریم حرکت ما میره به سمت دیگه. به محض اینکه نیازهای بشر برآورده میشود ملول میشود. بشری که تمام نیازهاش برآمده است بلافاصله دچار ملال میشود. حوصله سر میره. یه دلیلی انگیزه‌ای برای تداوم زندگی خود نمیاد. بنابراین یه نیاز تازه براش به وجود میاد. دوباره میره به سمت رنج. به محض اینکه اون نیاز برآورده میشه میره به سمت ملال. و هستی وضعیت بشر معاصر در واقع در میان رنج و ملال نوسان میکنه. البته باید میان دو تا ملال تمایز بگذاریم. یک نوع ملال رو بهش به اصطلاح ملال موقعیتی میگن. ملال موقعیتی ما رو وقتی است که ما به دنبال یه مطلوب خاصی هستیم و معمولا ترجمان بدنی پیدا میکنه. فرض کنید که شما پای سخن یه سخنگوی پررویی مثل بنده نشستید، حوصله‌تون سر رفته. این ملال موقعیتی است. مطلوب شما این که زودتر از این مخمصه خودتون رو رها بکنید و بروید بیرون. ترجمان فیزیکیش اینه که شما در جای خود میلولید، به ساعتتون نگاه میکنید، دست و پای خود رو میکشید. این ترجمان فیزیکی یک معنا دارد. معناش این است که شما در عمق ضمیرتون معتقدید که بر این ملال میشه غلبه کرد. یعنی بدن شما رفته رفته بیتاب است. فرض بدن شما این است که با تغییر موقعیت میتواند ملال رو بزداید، شما را از این مخمصه نجات بدهد. بنابراین ملال موقعیتی بیشتر حسرت یک مطلوب خاص است که وجود نداره و شما فرض شما بر این است که با نوعی تغییر در فضا و مکان زمان میتوانید او رو چاره بکنید. اما ملالی که من از او سخن میگم ملال وجودی است، نه ملال موقعیتی. ملال وجودی حسرت هر نوع مطلوبی است. ببینید ملال وجودی ترجمان بدنی ندارد. برای اینکه به احتمال خیلی زیاد برونشویی برای او شما نمیتوانید متصور شوید. ملال وجودی ناشی از بیکاری نیست. گاهی وقتا شما سرتون خیلی شلوغ است و ملولید. ملال وجودی ناشی از این است که شما هیچ کاری رو در خور انجام نمیابید. نه اینکه کاری ندارید، سرتون خیلی شلوغه، هزار و یک کار باید انجام بدید. ولی وقتی که تأمل میکنید میبینید تمام این کارهایی که تمام وقت شما رو گرفته، این یکی به همون اندازه بی ارزش است که دیگری. به واقع هیچ کدوم از این اشتغالات کثیری که تمام زندگی شما رو اشغال کرده است شوقی در شما بر نمیانگیزد. به جای این مجموعه سری کارا شما یه سری کارای دیگه هم می‌کردید، همینقدر برای شما بی‌معنا یا با معنا بود. ملال وجودی به این معنا نیست که شما گزینه‌ای ندارید، حوصله‌تون سر رفته به معنای که کاری ندارید که بکنید. نه، حوصله شما سر رفته برای اینکه هر کاری برای شما رغبت برنیانگیز است. نسبت به هر کاری بی‌تفاوتید. این ملال رو چاره نمی‌شه کرد. برای که شما از اینجام که برید بیرون دوباره اون ملال گریبان گیر شماست. این ناشی از این وضعیت خاص نبوده است. هر گزینه دیگری واجد این ویژگی است. بنابراین به این معنا اگر اینطور باشه، به توضیحی که عرض کردم، پدیده ملال در جهان مدرن با پدیده بی‌معنایی در زندگی شخصی مربوط است. به محض اینکه شما احساس کنید که هر کاری که در دست خود دارید اگر به واقع در ژرفای او تأمل کنید با هر کار دیگری که می توانستید داشته باشید خیلی تفاوت ماهوی نمی کند، اون وقت انگیزه های خود را از دست می دهید، بی تفاوت می شوید و به یک معنا برونشوی نمی توانید بیابید. این بی معنای البته بخشیش مربوط به فضای کلی و کلانی است که در جهان ما وجود دارد، به توضیح که عرض کردم. بخش دیگری از این برمیگردد به بی اعتبار شدن تصاویر کلانی که در این عالم بوده است و به زندگی ما معنا می بخشده است. شما ببینید مثلا به فلک شناسی بطلمیوسی نگاه کنید. تصویری از این عالم بود که زمین که جایگاه و زیستگاه ماست در مرکزش قرار داشت. این تصویری که از جهان ما داشتیم به زندگی ما وضعیت ویژه می بخشید. ما در جایگاه خاص بودیم. شما ببینید در نظریه خلقتی که در ادیان وجود دارد، انسان نه فقط به لحاظ فیزیکی در کانون جهان است که به لحاظ ارزشی سرحلقه موجودات است، اشرف موجودات است، نظر کرده خداوند است. این تصویر کلان که جایگاه ما در این عالم ویژه است که ما ارزش ویژه داریم به زندگی ما معنا می بخشید.
ما رو از بقیه متمایز میکرد، ما رو نظر کرده میکرد. شما ببینید اما فلکشناسی کوپرنیکی نیوتونی که رخ داد و نظریه تکاملی داروین یک بار ما رو با بقیه موجودات یکی کرد. اون ناهمگونی و تمایزی که ما رو از دیگران برجسته و ممتاز میکرد یک بار از دست رفت. ما هم شدیم مثل اون میمون، ما هم شدیم مثل اون آمیب، ما هم شدیم مثل هزاران سیاره دیگری که در این عالم است. بشر به تعبیر برتراند راسل تبدیل شد به یک خرد غباری از آگاهی تصادفی که در یک کهکشان عظیم سرگردان است و هر لحظه ممکن است که کوچکترین اتفاقی کل این هستی رو برباد بدهد. ما یک بار در جهان پیرامون حل شدیم، اون امتیاز ویژه خود رو در باختیم و این است که یک بار بشر رو با بحران بیمعنائی مواجه میکنه. اگر من این ذره ناچیز در این کهکشانم، پس این همه کاری که میکنم چه معنایی دارد؟ گفتش که آن کوزگر ده چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. آخرش چه خاصیتی داره؟ خب ببینید، برابر این تجربه که ملال برای بشر جدید عمدتاً برمیگردد به تجربه بیمعنایی و اینکه شما تمام گزینه‌های پیش روی شما یکی با دیگری یکسان است و تفاوتی ندارد. در اینجا تجربه ملال عبارت است از رسوب کردن و چیزی شما رو برنینگیختن چیزی زندگی شما رو. خب اما با وحشت ملال چه میشه کرد؟ حقیقت این است که شما برای اینکه با وحشت ملال بشر امروز سر و کله بزند و چاره بیندیشد، باید عوامل ملال آفرین رو در زندگی خود بزداید. مهمترین عامل ملال انگیز اون سه سرچشمه است که عرض کردم: حافظه است، تخیل است و قدرت استنتاج است. ما با حافظه خود چه میکنیم؟ شما ببینید میان حافظه و سرعت رابطه معکوس است. هر جا که آهستگی است حافظه خوب کار میکنه، فراموشی نیست. هر جا که سرعت است حافظه بد کار میکنه و فراموشی میاد. خب ما برای زدودن ملال چه میکنیم؟ سرعت زندگی رو بالا میبریم برای اینکه شدت عواطف رو بیافزاییم، برای اینکه حافظه بیاد پایین. سکس، خشونت و سرعت ویژگی های جهان جدید است. صنعت انترتینمنت بر این سه عنصر بنا شده است. برای اینکه در این سرعت و شتابی که میپذیریم حافظه ما فراموشی میپذیرد. در نتیجه شما فرصت نمی کنید که وقایع رو یک به یک ببینید، به یاد آورید و دربارش تأمل کنید. سرعت حافظه ما رو میزداید، پاک میکند. این یک راه ملال زدایی است. راه دیگر ملال زدایی این است که ما قدرت استنتاج رو ابزاری بکنیم. شما ببینید یکی از مهمترین شرور این عالم مشاغلی است که ما داریم. شغلایی که ما داریم شغلایی است که غالبا ما یک گوشه خرد از یک پروژه کلان رو انجام میدیم و هیچ تصوری از تمامیتش نداریم. شما وارد کاری میشید که هیچ نسبتی با مسائل دغدغه‌های شما ندارد و بخشی از وجود شما مصروف این کار میشود. شغل در جهان جدید یکی از مهمترین عوامل از خود بیگانگی و یکی از مهمترین ریشه های ملال است. خب برای اینکه این اتفاق نیفته شما رو به اشتغال بیشتر برمی‌انگیزد و عقل شما تبدیل به عقل ابزاری می شود. به این ترتیب ما خلاقیت و تخیل رو هم می زداییم و شما به جای اینکه از نقطه نوآورانه شخصی خود آغاز بکنید، کار دیگری رو می کنید، ایده دیگری رو می پرورانید و مهمتر از همه صنعت مد که برای ما نوعی عرض کنم که نوعی ابدی می آفریند، برای یکی از مهمترین عوامل فلج کردن خلاقیت ماست. ما اون چیزی رو می پسندیم، ارزشی رو پاس می داریم که پیشتر آنها برای ما تدارک دیدن. رفته رفته ما خود رو نه از چشم خود که از چشم آنها می نگریم. محصولاتی، ارزش‌هایی، لباس‌هایی، رفتارهایی رو مصرف می کنیم که محصول جوشش درونی ما نیست، بلکه دیگرانی برای ما تدارک دیدن و ما مصرف کردیم. ملال رو از طریق از خود بیگانه کردن در جهان جدید می زداییم و به این معنا در واقع نوعی روی کرد منفعلانه ما نسبت به تجربه ملال در این جهان داریم. اما البته سخن و پیشنهاد من این است که
کسانی که دغدغه سلوک معنوی دارند در جهان جدید تجربه ملال بشر امروز رو با سنت عرفانی ما پیوند ببخشند و تجربه ملال رو برگردونیم به اون سرچشمه سودمند آگاهی بخشی که عارفان پیشین ما و معلمان دینی ما به ما آموخته بودند. و او این است که ملال یک خاصیت مهم دارد. در تجربه ملال شما گذر آهسته زمان رو می آزمایید. آهستگی بخشی از ملال است و ملال به شما شناختی می دهد نسبت به تناهی وجود خود. از تجربه ملال نگریزیم. به محض اینکه ملال به سراغ ما آمد نکوشیم که به نحوی ملال را از خود بزداییم. فراموش نکنید. در بسیاری از مواقع شما این تجربه را احضار کنید ببینید در روح خود داشتی یا نه. یه روزی حوصله شما سر رفته. با خانواده خود میرید به یه مهمونی. همه شادن، خوبن، میگید، میخندید، تفریح میکنید، پایکوبی میکنید. ولی وقتی تو اتومبیل دارید برمیگردید، علارغم اینکه وقت خوشی داشتید، ته دل شما گرفته است. علتش چیه؟ یعنی قاعدتاً وقت خوشی که داشتید باید ملال شما رو زدوده باشد. چرا بعد از این واقعه گویی نوعی انباشت ملال در ته شما داره سر باز میزند؟ یکی از دلایلش این است که ما به جای اینکه ریشه ملال رو مرده درمان قرار بدیم، سعی کردیم شاخه های ملال رو بپوشانیم و بزداییم و ملال رو بپوشانیم. شیوه اصلی برای ملال زدایی به گمان من باید نوعی شیوه خلاقانه باشد. در شیوه خلاقانه ما به جای اینکه خود رو از طریق شغل، از طریق سرگرمی و غیره به فراموشانیم، باید بکوشیم که در تجربه ملال زندگی خود را آهسته کنیم. ملال گذر آهسته زندگی است. به تو این مجال رو میبخشد که برای یک بار هم که شده است محتوای زندگی خود رو بنگری. و وقتی که به محتوای زندگی خود نظر کنی، ببینی کدوم پارها محصول اختیار و گزینش‌های خلاقانه تو بوده است، کدام پارهای وجود تو و زندگی تو مصنوعی بوده است که دیگران بر تو تحمیل کردند. اگر فرد از تجربه ملال استفاده کند برای شناخت خود و به این ترتیب این امکان رو برای خود فراهم بکند که چه بسا شاید بتواند از این طریق با شناخت واقعی حدود خیشتن بتواند روزنه‌ای در جهان پیرامون خود بگشاید تا این ملال دریچه‌ای برای او بشود به امکان واقعه و در رسیدن واقعی که وجود او را حجمی کند، این به نظر من استفاده سلوکی مهمی است که ما از ملال میتوانیم بکنیم. از ملال نباید گریخت. ملال رو باید به رسمیت شناخت و وسیله کرد برای تأمل درباره زندگی که زیسته ایم. در این صورت است که به گمان من ملال میتواند ارزش سلوکی داشته باشد و این امید می رود که خط خشک وجود ما که ملال در واقع ترجمان عاطفی اوست حجمی شود. به تعبیر دیگه در تجربه ملال و شناخت خیشتن ما هنر انتظار رو باید بیاموزیم. شما دوستانی که با ادبیات آشنا می دونن که ساموئل بکر یه نمایشنامه خیلی مهمی دارد به اسم در انتظار گودو. وضعیت سالک معاصر وضعیت گودوست. کسی است که در کناری راه نشسته است و منتظر است که کسی بیاید. امید او این است که کسی می آید، کسی می آید، کسی دیگر، کسی بهتر، کسی که مثل هیچ کس نیست. امید او این است و به افق دوردست نظر می کند. آیا بیاید، آیا نیاید، واقعه در اختیار ما نیست. اما آن کس که در کناری جاده، در کناری جاده، نه در بیراه، در کناری جاده هوشمندانه به افق نظر می کند، اگر اون سوار در افق پدیدار شود، او نخستین کسی است که او را خواهد دید. وضعیت سالک معاصر در مرز میان واقعه و بلاهت است، در مرز تجربه هیچ و خداوند است. و اگر اون واقعه دست بدهد، البته گودال وجود ما ممکن است که واجد مروارید شود. گفت سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن،
حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به مگودالی می ریزد مرواریدی سید نخواهد کرد. از توجه دوستان بفرمایید.